و در کنار یک بنای تاریخی هم میخوام یه چند خط راجع به بنای تاریخی واسهتون صحبت کنم، بعد بریم تو ببینیم چه خبره. الان توضیح میدم که اوه این آقا کیه، اینجا چیکار دارن. هنوز شمشیرش هم عرض میکردم خدمتتون. قدمت اثر مال دوره ایلخانیه. اینجا معروف به بقعه شیخ حیدر، بنایی که منصوب به شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل اول در دو طبقه ساخته شده. قسمت زیرینش یه سرداب 8 ضلعی و قسمت فوقانیش هم یک برج مدور عثمانی داره. ارتفاعش 18.5 متره، قطرش هم 10.5 متره. نمای داخلیش هم به صورت 12 ضلعی میباشد. این بقعه در زمان حکومت ابوسعید بهادرخان آخرین حکمران مغول ساخته شده. این بنا مال اون مغولیاست. این یکی از به قول معروف مجسمه هایی که بر اساس اون موقع ها طراحی شده و ساخته شده. تزیینات داخلی اینجا گچکاریه، تزیینات بیرونیش هم کاشیکاری فیروزه رنگه. بعد بر روی بدنه بنا با خط کوفی و نوشته شده، یعنی یه جورایی با خط کوفی حالا میبینیم نوشته شده. مسائلی که اینجا به کار رفته آهک، سنگ، آجر، کاشی، گچ و خشت. میریم که یه بنای تاریخی مال زمان مغول ببینیم. همراه من باشین، همسفر من باشین. مهدی امینی خواه در سفرنامه تازه شو.